بارها و بارها جون خیلی از آدم ها را آقا امیرالمومنین نجات داد به خاطر بیتدبیری این افراد. اینجا کار درست رو کرده ایرانی ها که برحق نیست. حالا به تو میگم چه موجوداتی بودن. این اصلا میگه ایرانی ها نمیدونی چه موجوداتی بوده. میگه ایرانی ها برحق که نیستن. بعد میگم چه موجوداتی بوده. مغلطه کلیگویی. آره مغلطه کلیگویی. بعد این چقدر من نمیدونم این آخونده به این میران خیلی هاشون تعصبی به تاریخ باستانشون نگاه میکنن. بعد این بهترین این نفعی که این داره صحبت میکنه درباره ایران ایرانی ها. خب الان که خیلی ایرانی ها میگن که شما اصلا ایرانی نیستین و شما یک فرهنگ و مذهب بیگانه هستی که اومدید بر ایرانی ها غلبه کردید و شما خودتون این همه بیگانه بیگانه میکنید ولی خود همه اسلامتون بیگانه است. وقتی اینجوری میای میگی که این ایرانی ها چه جونوری بودن، نمیدونم حالا از لحاظ تبلیغاتی برای آخونده نمیدونم میفهمه چقدر ضرر داره این نحوه حرف زدنش. یه بار دیگه گوش کن ببین چه جوری در ایرانی صحبت میکنه. خیلی از آدما رو آقا امیرالمومنین نجات داد به خاطر بی تدبیری این افراد. اینجا کار درست رو کرده ایرانی ها که برحق نیست. حالا به تو میگم چه موجوداتی بودن. ببین اون موقع همه چه موجوداتی بودن، فقط ایرانی ها نبودن. ولی این که اینجوری میگه راست میگه، داره میترکونه خودشو. همه ایرانی. بعد اینا بعد جالبیش اینه که همینا اعتراض میکنن که اگر ما میگیم ما که نمیگیم اون اشتباه میکنن اونا، ولی خیلی یعنی میخوام بگم این مغلطه رو میتونن. میگن آقا اگر اون عربی که اشتباه کردن اومدن به ایران حمله کردن، شما با نباید از عربا متنفر باشید، باید فقط از همون دسته که حمله کردن متنفر باشید اگه کار بدی کردن. این خود آقای مصطفی محمدی اینو گفتا، یعنی این مغلطه رو بلده و داره خودش انجام میده. این یه نکته. نکته دیگه هم دوستان، 100 نفر تشریف دارید تو اتاق، فقط 18 نفر شیر کردید. 3 ثانیه وقت میگیره. این 3 نقطه به هم متصل شده رو بزنید و این اتاق رو شیر کنید. سپاسگزارم. نوید صدات رباتی شد. نوید رباتی. رباتی باگی داری رو سنفت. بریم جلو. این اصلا کلن اواخر دولت کلن حکومت ساسانی، ببینید چجور آدم اونم که آدم علیه السلامی نبودن که من خب اونو دفاع بکنم. خودتونم واید بذار جای حضرت علی. قراره یک کسی بیاد یه بیتدبیری بکنه، دشمن بیاد شما رو نابود بکنه، شما میرید طرف اونو میگیرید. اون طرف که نمیخواد به تو رحم کنه، همه رو میخواد از درم تیغ بگذارونه که قبلا هم نشون دادیم. آیا میدانم اصلا حرفت کاملا غلطه، اما شما که اینقدر دارید بالاخره دم میزنی از این که واه اینا زورکی بالاخره مسلمون شدیم و اینها، خود سربازای ساسانی چرا به اسلام پیوستن بدون جنگ؟ هزاران هزار سرباز ایرانی در عرب پیوستن، سندش هم داریم، بارها و بارها هم میگم تو اینترنت پخش شده، الان هم بهتون نشون میدم. اساوره. اساوره چیه؟ این چیه؟ ببین یه دسته از چیزا ایرانیایی که جنگیدن با سپاه تازیان، خودشون سربازا مسلمون شدن و حتی حاضر شدن بجنگن برای اونا. اینم سندشو من چیزی که این میگه رو ندیدم، ولی از تاریخ طبری و توی دوغن سکوت عبدالعظیم کوب که اینو نقل کرده به این شکل تاریخش که برداشتن بهش گفتن شرایط داره دیگه، وقتی تسلیم میشن یا باید به دین خودشون بمونن و خراج بدن باج بدن بهشون، یا مسلمون بشن. و حالا اینم مسلمون شدن هم پذیرفتنش بعد از تسلیم یه مقداری بحث روش، مثلا بعضی جاها میگن قبول داشتن اینو، بعضی جاها قبول نداشتن، توافق کردن که ما شما رو هم قبول میکنیم به مسلمونی، هم خراج نمیخواد به ما بدین و اسیرتون نمیکنیم به شرطی بجنگین برای ما، و اینا هم قبول کردن و برای اینا جنگیدن. این چیزیه که آقای زرین کوب نقل میکنه، صحتش رو نمیدونم. یعنی بازم زوریه، یعنی اونم باز زوریه، چون اگه قبول نکنی با پولش رو بدی. میگم تو اینترنت پخش شده، الانم بهتون نشون میدم. اساوره، حالا درست اگه تلفظ کرده باشم، نخستین گروه از جنگاوران ایرانی بودند که چی؟ با درک موقعیت و شرایط موجود دست از مقاومت کشیده و خود را به نیروهای عرب تسلیم کردند. اینان از نیروهای سوار نظام ساسانیان به شمار می‌رفتند که در کنار سایر عناصر اشرافی روزگار خود در عالی‌ترین رده‌های اجتماعی جا داشتند. اگر ترسیدن که خب نشان از ضعف ایرانی هست، واقعا خیلی ضعیفی که تسلیم میشی. و تسلیم میشه به عرب میپیوندن، یعنی با اونا میجنگن، یعنی به نفع عرب میجنگن.
واسه دیگه اینجور نیست. یه وقت تسلیم میشه میگه آقا دیگه کاری ندارم اینا هم از دم تیغ میگذرن، نه ملحق میشن، این خیلی مهمه. بعد اهامره بودن که اونم حدود 4000 نفر از دیلمیان بودن، اینا هم به سپاه اسلام پیوستن. گروه دیگه بخاریه بودن که حدود 2 الی 12000 نفر بودن که به سپاه عرب پیوستن، یعنی اونا علیه ایرانیا جنگیدن. تاریخ هم گفته این رو. اینو چی میگی؟ بعدش هم اینو باید چی بگیم؟ خب این اولا اول که ما اصلا نمیدونیم اینو واقعا اتفاق افتاده یا نه. خب سندات تخمیه، یکی این. دوم من که فرضم که اتفاق افتاده، خب چیکار این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ یعنی چه پوینت چیه؟ من نمیدونم پوینتش چیه. نکته دیگه باید به شما بگم بچه مارتین، فکر میکنی پوینتش چیه مارتین؟ الان اونجا رو ول کن، بیا اینجا جهر صحبت کن. چشم من ببخشید یه لحظه رفتم اونجا، این پوینت رو نفهمیدم، عذر میخوام. داشتم اونجا نه داره هی اشاره میکنه به آدمایی که از سپاه مثلا از ارتش چیز ایرانیا ملحق شدن به اعراب، به مسلمونا. آره میگه اینا زوری نه، باید بگه مثلا پذیرفتن اسلام، زوری نبود. یکی اون، یکی این که همون ادعاش که میگه سامانیان آدمای خوبی نبودن، میگه گفتش خودم موجوداتی بودن ایرانی ها، میگه انقدر این بد بودن که خود سربازاشون کسایی که نظامی هایی که میجنگیدن برای سامانیان انقدر اسلام خوب بوده و رؤسای خودشون بد بودن که با آغوش باز و بدون جنگ وارد سپاه اسلام شدن. ادعاش اینه. ما یعنی چی؟ یعنی ما اگه مثلا توی ارتش ناتسی ها هم، خب وقتی که حمله کردن به فرانسه و اینا، هیتلر خب وقتی حمله کرد به آلمان به فرانسه و اینا، یه سری فرانسوی داشتیم که اومدن خیانت کردن به فرانسه و پیوستن به ارتش ناتسی ها. نمیدونم این باعث میشه که مثلا ما نتیجه بگیریم که یعنی ما خائن آمریکایی داشتیم، خائن فرانسوی داشتیم، خائن انگلیسی داشتیم. اینا که پیوستن به این معنی است که طرف بر حق بوده، یعنی که یعنی زور کاری رو زوری نکرده. یعنی نمیدونم چه نتیجه میخواد بگیری. بالاخره یه سری منفعت طلبایی شاید اومدن نگاه کردن دیدن که این به نظر میرسه که ما یه چیز گیرمون میاد اگه به پیوندی به اینا دیگه. این چه چیزی رو اثبات میکنه؟ این که میگم دیگه این بگو مارتین تامامت بگو. نه آقا بگو دیگه، بگو من بعد ما که واسم بگی بابا تعارف نکنید دیگه. تو لشکر علی، خب لشکر علی تو جنگش با معاویه یه سر از اعضاش پیوستن به لشکر معاویه، تو جنگ حسن با معاویه بازم همین اتفاق واسه لشکر حسن افتاد. آدمی جالبی نبوده که این راست میگی. آره دقیقه نکته باحالی بود. گرمت گرم فرس حسین که با لشکری چند هزار نفری میخواست از من که بیاد بیرون، آخرش 72 نفر براش مونده. پس یزید به حق بود دیگه، ولش کردم پیوستم به اون طرف. آره دیگه.